یا اسگی 742 چقندر قرمز یا لبو یکی از بهترین درمانها در دوره یاسگی یا خوردن چقندر قرمز یا لبوست. آب چقندر قرمز تازه را بگیرید و روزی دو بار 100 میلیلیتر از آن را بنوشید تا عوارض ناشی از دوره یائسگی کاهش یابد. 743 دم کرده شیرین بیان عوارض یائسگی ناشی از تغییر سطح باستولید هورمون هاست. شیرین بیان سطح استروژن را تنظیم می کند و به آرامی آن را افزایش می دهد و باعث کاهش عوارض می شود. به این منظور نصف یا یک قاشق چایخوری ریشه شیرین بیان یا پودر آن را در یک فنجان بریزید و آب جوش به آن اضافه کنید و پس از پنج دقیقه آن را صاف کنید و روزی سه فنجان بنوشید. 744 مکمل های غذایی استاره گل مغرب و گل گاوزبان دارای ویتامین F و اسید گامالینولیک اسید اشباع نشده است که التهاب سینه و بیحسلگی در دوره یایسگی را کاهش می دهد. از اصاره این دو گیاه دارویی می توانید به عنوان مکمل غذایی استفاده کنید اما بهتر است پیش از استفاده با پزشک خود مشورت کنید. 745 غذاهای گیاهی بخورید. یونجه، دانه های سویا، کلم، تخمه آفتابگردان، زیتون، خربوزه درختی، جوی دوسر، نخود و جوانه ها تورید استروژن در بدن را تحریک و فعال می کنند و عوارز یایسگی یا را کاهش میدهند. خوردن این مواد را در برنامه غذایی خود بگنجانید. 746 هرمون درمانی طبیعی خوردن یک قاشق چایخوری روغن تخم کتان دو بار در روز فیتو استروژن بدن را تأمین می کند و تأثیرات هرمون درمانی را دارد که عوارز یائسگی از جمله گر گرفتگی و خشکی دهانه رحم را کاهش می دهد. 747 مرکبات بخورید خوردن مرکبات را در دوره یائسگی در برنامه غذایی خود بگنجانید تا عوارز یائسگی کاهش یابد. خوردن قسمت داخلی پوست مرکبات به علاوه سبزی های گوناگون هم بسیار مفید است. پوست سفید داخلی مرکبات سرشار از مواد بیوفلانوئید از جمله روتین است که جذب ویتامین C را افزایش می دهد. 748 رفع خشکی دهانه رحم اگر از خشکی دهانه رحم رنج میبرید، یک قاشق غذاخوری روغن بادام را با چند قطره ویتامین ای و اساره گل محمدی ترکیب کنید و روزی دو بار با انگشت تمیز دهانه رحم را با آن چرب کنید. 749 کرم کالندولا کالندولا کرمی مرتوب کننده و ملایم است که برای رفع خشکی دهانه رحم بسیار مفید است. از کرم کالندولا یا ترکیب اصاره ای آن با روغن بادام استفاده کنید و روزی دو بار آن را به کار ببرید. 750 رفع خشکی پوست یکی از عوارض یائسگی خشکی پوست است. برای رفع خشکی پوست، یک فنجان موم زنبور اصل و یک فنجان روغن گیاهی و کمی آب را در قابلمه بریزید و مخلوط کنید. مایع داخل یک عدد کپسول ویتامین ای و سه قطر اصاره روز رز و شمدانی را به آن اضافه کنید و سی تا چهل دقیقه روی شعله ملایم حرارت دهید. پس از سرد شدن آن را در شیشه بریزید و در آن را ببندید و تا یک ماه از آن استفاده کنید. 751 مریم گلی ضد التهاب پوست مریم گلی تنظیم کننده ی دماست. به همین خاطر برای درمان و التهاب پوست مفید است. یک قاشق چایخوری مریم گلی خشک شده را در یک فنجان آب جوش بریزید و پس از سرد شدن بنوشید. می توانید روزی چند بار از این دم کرده بنوشید. 752 ماساژ با روغن های گیاهی اگر از میگرن های دوره قاعدگی رنج میبرید با اساره استخدوس و رزماری نه تنها شقیقه ها بلکه پشت پاشنه پاها را هم ماساژ بدهید از گیاه چشم گاو هم می برای تسکین درد به صورت خام در سالاد یا از دم کرده آن به عنوان دمنوش استفاده کنید.